بیان بالا. مرسی مرسی. آقام که نوشته مهربان سید، این آقا از آلمانه، از چیز انگلیس به لندنه. آره حالا من نمیدونم لندن حالا یا آلمان فرقی نمیکنه، هر جا هست ایرانش باشه، چون بچه ببین ما همه بچه سرزمین ایران هستیم و به ایرانی بودن و افتخار میکنیم، چه آلمان باشیم چه انگلیس، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. ببین اگر میتونه بیاد بالا آقای بعض خودت نباشه، آقای گلی هستش. آره آقا سیدو بیارید بالا. خانوما ببخشید وقتتون رو گرفتم ولی کلی حال کردم باهاتون. شب خوبی داشته باشید. فدای مهربونیاتون بشم. یوسف جان عزیزی دورت بگردم. تاج سلطان. من کوچیک شما قربونتون. تاج سلطان لندن چطوره؟ آره اینجا همینطور. اینجا دیروز پیروز بود برف اومد اون سمت ما. کجا تشریف دارین؟ من شمال آلمان هستم آقا سید. زنده باشین. اشلیپتیش. دانک. اولی چیزایی که یاد میگیرن همینه دیگه. سلامتین. زنده باشید. دوست بزرگوارم شما اهل کجایی داداش یوسف عزیز؟ شما آلمان شما. بازم شما ایشلی بدیش. شما سرکا خانم شما چی؟ ایشمایتیش. ایران تهران. زنده باد. زنده باد. دوستتون دارم. دیگه چی بگیم دیگه. بهتره دیگه به همه زبان میگیم. زنده با در ایرانی. من همشه ایرانی دیگه قبلا لایف میگرفتی دیگه، لایف نمیگی، لایف های سیاسی میذاشتی و فلان و اینا. نه همچی سیاسی هم نیست ولی خب از عقاید هم از اتجای فکری که دارم با قول من دفاع میکنم، ولی اصولا سیاسی نیستم. درست. نه خب واسه یه سری‌ها فکر میکنن سیاسیه ولی خب اینجوری هم نیست دیگه. نه مثلا من از دینم، از مذهبم، از اخلاقیاتم، اونجوری که بزرگ شدم به قول معروف دفاع میکنم. وقتی دفاع میکنم بعد یارو میاد ما رو انگ میزنه میچسبونه، مثلا میگه تو سپاهی، تو مخبری، مثلا نه شکلم نه قیافم به حرفا نمیخوره، ولی خب میگن دیگه. درسته دقیقا اینجوریه. تعجب میکنم، فکر میکنم مثلا اونایی که اون ورا آبن، حالا شما بهتر میدونم، سرکا خانم نمیدونم اسم شریف بود چیه، ایرانن الیه اون خانم اکثر فکر میکنم ماهایی که مثلا الان این ورا آب داریم زندگی میکنیم 24 ساعته هل هله داریم و رقص و آواز و تو بارا و تو دیسکو ها و نمیدونم یه جورایی دیگه فکر میکنم یا بی خیالیم و اصلا هیچی تأثیر در ما اصلا اثر نمی کنن، لمسش نمی کنن، درست که نه ما آقا سیم سخف خدا همه یه جوره دقیقا گل گفتی آسمونش یه رنگه. حالا شاید دو ساعت با هم اختلاف داشته باشیم، رنگ زودتر تاریک چه یا زودتر روشن، ولی همه جای دنیا سخف دقیقاً هر دختر از دنیا به قول معروف سختی های خودشو داره، مشکلات خودشو داره، درسته دقیقاً درگیره دیگه، با سختی و با درد درگیره، اصل وجودش بر درده دیگه. حتی اون تو چیز میگه آدمی را درد رهبر است دیگه، از اون اول مهر درد بر ما چسبیده. حالا هر کجای دنیا میخوای باشی، آمریکا باشی، ایران باشی، زندگی میکنیم یه سری مشکلات هایی داریم. من چند روز پیش توی یه لایو بودم، بعد طرف میگه که لایو من رفت تایمر، لایو واسه یه سر کنم شما چطور فالوتون میکنن؟ زنده باشیم. من خیلی فالو داشتم، من اون فالو کرده بود ولی سلام بچه ها خوش اومدید. منم سریع شما رو به قول معروف فالو کردم که پیدا کنم. من شما فالو داشتم. آره جدی میگین؟ آره با هم چند بار لایف داشتی بودیم پارسال. از من اینطوره خونم نشون بودم فکرم یادت فکر ما یه بار آره فکر کنم یه باری با هم لایف بود ولی هم فالو نکرده باشم، شاید رو یکی پیج هم که زدن بودین شما، من نمیدونم رو همین پیج همین پیج بود. نه نه یه پیج دیگه داشتی. خب بس چون من با بچه های ترکیه دعوت شده بود فکر کنم، درسته؟ با بچه های ترکیه نه
من اصولا آدم مصلحی هم، دعوایی نیستم. میگه یوسف اینو بنداز بیرون، میگه یوسف سید عاشق خامنه. خب به تو چه؟ هستم. به تو چه؟ تو هم برو عاشق ترامپ باش، بایدن باش، کسی به چیزی گفته؟ اینو بنداز بیرون. یه حرامزاده یه که همه جا هستش. تا میاد میاد خودت هم آنفالوش بلگش کن که نتونه. من بستمش خب، ولی میاد یه چا خیلی جای دیگه میاد. من هم انداختمش بیرون. به تو چه؟ به سپاهی ها میرن میگن این جاسوسه. خب میخوان وقتی میخوان یکی رو خراب بکنن. مثلا به بچه های سپاه، بچه های امنیت اینو میگن سید جاسوسه. خب به بچه هایی که مثلا حالا جز هر حزب و مخالف نظامی که باشن که میان برعکسشو میگن. یعنی هر کی رو به یه شکلی، فقط میخوان مثلا کسی دوروبر ما نباشه یا با ما صحبت نکنه یا حرفای ما نزنه. ما که درس یاد میگیریم، درس نداریم بدیم به خلق الله. سعی میکنیم هم مردم درس یاد بگیریم. سعید یه کامنت بذار من تو رو از این پایین فالو کنم. یه کامنت بذار. من فالو کردم الان. من هم فالوت میکنم سعید جان. فالو شدی؟ عشقی آجه سره بزرگی. الان کامنت ها بغیر از من هستش یا برای من وایستاده؟ برای من وایستاده. الان اینجا وایستاده. من روی یکی گوشی دارم میبینم. سلام سلام بچه ها، خوش اومدید. سید عاشق حزب الله هستش. آقای یوسف نون به نون، نون به نرخ روز خوره. خب به تو چه؟ عشق میکنم آقا، در میارم. تو چرا میسوزی؟ تو چرا میسوزی؟ بعد مردم زندگی میکنیم در نیاره کلاش پس معرکه است. آقا درست میگم؟ تو زرنگ بکنم برو نونتو در بیار. اصلا از هر جا میخوای در بیار. والا به تو چه؟ ضررم که به تو نرسیده، به کسی نرسیده. من نمیدارم داداش یه بار دیگه من میرم پای من بیار بالا چه کامیونتا برای من وایستاده نوشیه داره. برو پایی من دوباره بیارم بهت بالا. من جرف سید فروزان چطوری؟ فروزان صدامو داری؟ یه نست ضعیفه؟ سلام. سلام علیکم. سلام آقا جان. سلام دوست خوبم. سلام. فروزان نست ضعیفه. فروزان تصویرت سیاه. صدای ما رو داری؟ اون همون بانویی که بود که از سری اول بودن دیگه، طلاب دیگه، درسته؟ آره. زنده باشید. سلام دوستان بزرگوارم، خوش اومدید. سلام بچه ها، خوش اومدید. تک تکتون خوش اومدید. کدوم شهر آلمان میشینی آقا یوسف داداش؟ من شتوتگارد آلمانم. من شتوتگارد شرکنز. درود محفظ بزرگ. بالاخره هم وطن مایی. من داشتم اینه بگفتم قبل از که لایو قطع شه، صحبت از این ورا آب و غریبی و اینا بودم. داداش من خاک پای بچه های غریبا رو سرمه به چشم میکشم. هر کی غریب باشه به قول معروف، شما غریبی میدونی درد غربت یعنی چی. اونایی که در هر صورت همه تاج سر من این هموطنهای خوب من. حالا با هر اتجای فکری که هستین، خب تا موقعی که در حیطه ادب و احترام باشه به قول معروف، بله اشکالی داره. آدم باید مختلف باشه. درست آقا؟ بله. سلام ایمان. سلام بچه ها، خوش اومدید. سلام 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 به همه عزیزای بزرگ. آقا جهانی خیلی خوب، خیلی خوش اومد. اینا همونایی هستن که فکر کنم ما اتجاه فکری به قول ما سیاسی داریم. اینا که بی ادبی میکنن. یه سری هم فکر میکنن ما
پرسپولیس. بچه بی ادبی نکنید تو کامنت دیگه، فکر کنید داداش خودتونه، خانواده خودتونه. داداش من که من خودشون میدونن اگه بخوام بی ادبی بکنم میخوان منو عصبی بکنن، که منم برگردم اینجا خوش خوار مادر بشون بدم، بعد بگن نگاه کن چقدر بی ادبه داره فوش میدرسه، میگه سید مأمور اطلاعاتی نظامم. آره به تو چه؟ به تو چه؟ تو هم جیره خور بایدنی، کسی به تو گفت چرا؟ جیره خور ساواکی، کسی به تو گفت چرا؟ حالت هم سر عشق من. سلام. سلام سلام بانو جان. بانو الی دیگه درسته؟ ملکم. بله؟ ملکم. بانو ملکه، به به، درود بر شما، چه اسمی زیبایی. آره دیگه در اصد این هم یه چه خبر خوبی؟ ما همه چی خوب، شکر خدا، میگذرانیم آجی تا ببینیم خدا چی میکنه. آقا سعید ممنونتونم، قلب من این همه تو خوش اومد. همه یه خوش اومدید عزیزان، جمالتون عشقه، وجودتون عشقه. یه چی میخورید؟ به خوردن ما هم کار نه حالا اینو چیزی پیدا نگردیم بخوریم. تو بیا ببینیم اصلا خوردنی هستی یا نه. او به شما ها چه که دوست باید دوست باید نیست واقعا صدا شدن نمیدنم. ما 30 سال تو اروپا داریم زندگی میکنم، نمیدنم یارو لباس فرم پوشیده، هر روزم میبیننش پلشت معموره، مثل این هانی کنا همه تون میشنسه. آقا اصلا هستیم به کسی چه رفتی دارم، نیستیم به کسی چه رفتی دارم، باتون بهشون میزنه. خب اونو بر کردن چستیدن به منی که 30 ساله این وره آبم، میگن تو سپر بابا هستم. به تو چه؟ وجودشو دارم، شامتشو دارم، هستم. اصلا من برون مرزی هم به تو چه؟ تو هم میتونی بیا باش آقا، میتونی تو تو قرار برکن غذا درست کنه جام. آقا یوسف برم نازن جان چطوری؟ خوبی؟ بله زنتون چی شد قرار براتون قضا درست کنه؟ زنم قرار بود همشون رفتن همون لحظه بود میخواستن قضا درست کنن، کشته بودیم. نه من که گفتم من حتی دوست داشته باشی درست میکنم، من همون موقع هم گفتم فده تو فقط برای قضا درست کنم. آمادم که زنگ بزنم به رستوران قضا. اصالتا شما تهرانی هستین؟ تهران زندگی میکنم. اصالتا کجاست؟ دسفور. به 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 به، شهر مقاوم، شهر موشک ها بهش میگفتن دیگه، بس که گور به گور شده بهش موشک میزد اون دوران 8 سال دفاع مقدس. آقا مهران اشمت داداشم خیلی خوش اومدی. یه منتی صحیف میابده. نه دوستان عزیز بزرگواران هم خیلی خوش اومد. آقا مهران اشمت هم عزیز دل ماست، آماده همین آقا فرزانه از تشریف بودن تو لایو. آقا حمید عزیز، باران عزیز، خیلی خوش اومد. آره عزیزم درود بر شما. آره نتت خراب، نمیدونم یادم نیست اسم آیدیش چی بود. باران باران میبارد امشب. خوب آقا تارز دیگه سپای آواز بخونه. اما دارم اون واسه ویسکی گفتن تنگ شده. قربونت برم آقا موسوی، چه شان من ایران عزیز، خیلی خوش اومدی. سلام بچه آقا موسوی سلطان علی ابن موسوی زاست، قلب منی خیلی خوش اومدی. داداش انرژی تحلیل رفته، بحثی صحبتی نداری برم رو بگید از خودتون بگید. من که خودم دارم اول من دارم حرف میزنم، تیکه میندازم ما هم جوابشونو میدیم. خب میگه الان بحث چیه؟ دوستان میگن بحث چیه؟ سلامتی شماست جا؟ میگه بحث چیه؟ میگه بحث سلامتی شماست. آفرین این خوبه. آفرین. میگه سه لاتیشو پار کن، اینا به تو نمیخورن، به تو چیه؟
من اولا که من لات نیستم، همیشه هم گفتم هر کی فکر میکنه لاته مبارک خودش خانوادهش میشه، من لات نیستم. سلام. سلام و درود بر شما. سلام. احوال شما؟ ممنونم، زنده باشید، خوش اومدید. خبر زر جان؟ بانو زری بود. بیرون اومدی؟ ها اومدم بیرون. ما هم بچه شده بودیم، شما بچه دولت بودید، ما هم بچه شده بودیم. اول آنیست دوست بچه دولت بودم. شما بچه کجایی؟ شده بود، بچه شده بودم. زنده باشی، زنده باشی. آقا رضا سلام داداش. سلام عمو جان، سلام. 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 خوبی؟ بچه‌ام شوکه. میشه جانش. کسف چطوری؟ چخواه، سرم یاش. ماما، خوابش برد. چونم باران چونم پسر خوابش بود. سلام خانم. سلام. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ مرسی، شما خوبی؟ قربونتون برم، زنده باشی، خیلی خوش اومدید. چه زهر و چه خبر دارم. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. من فکر میکنم همه همون رفتید تو خرسه تفکر، میخوایم داریم تحلیل و تجزیه میکنیم بیابار رو شکلا رو از کجا شروع میکنیم. ما هم به نظراتشون یا به هرکی هرچی میگیم، ما هم میگیم که شما خوب باشید، ما بد باشیم. الان رسیده میگه دلار 30,000 تومان. دلار 33,000 میشه 50,000. لابد دارن که میخرن دیگه. وقتی میگنم یه رنز سعیدو بیارم بالا جای تو ملکه، بعد دوباره بیارم. باشه، خدا مرسی فعلا. خوشحال شدم بانو ملکه. بانو زهرا دیگه، درسته؟ بانو زهرا شما کجا تشریف دارید؟ کانادا. کانادا زنده باشی، زنده باشی، درسته. اونجا الان دیگه دمدمای صبح دیگه، درسته؟ یعنی دمدمای صبح که نگذشته 8-9-10 ساعت ما با لندن باید اختلاف داشته باشیم، درسته؟ اینجا نه، اینجا 5:20 ما 11:20 شب لندن. سلام آقا سید، خوش اومدی، قربونت برم. قربونت برم. چهره شما هم آشناست گویا. آره آقا سید، ما چند بار با هم لایو شدیم. آره من سعیدم. آره. انگلیس. آقا سعید گل، خوبی؟ خاک پاتم، نوکرتم، چه خبر؟ چطوری؟ آها، حالا یادم منچستر بودی دیگه، نه؟ آره آره، یه بار گردگیری کردی با اون یارو پسره هست. آره آره، دست تو بستی؟ جا؟ دست تو بستی یا چیز شکل؟ نه اوکی. این درگیر شدی؟ خوبی؟ مربونه فرداچم، شما خوبی؟ دلا جون دلم دادم. این وقتی دعوا کردی ما در تماس با شماره من که نه بابا، من تصویرم ببندم شارژ هم نره، یه شارژ نره. چه خبر زهرا خانم، خوبی؟ آقا سید چه خبر؟ سلامتی؟ بارش همه چی خوبه، شکر خدا، همه چی خوبه. خدا رو شکر، شلا هر جهسی خوش خورم باشی. داداش یوسف چه خبر؟ ردیفی؟ سلامتی، خوب باشی، ما هم خوبیم. سلامتی، آنش نمیتونی اسکوتر بازی کنی؟ آنش نمیتونی اسنوکر دوست داری؟ ایشالله یه روز دوره هم جمع جیم. سلام غزال جان، خوبی؟ یه من گوشیم رو باز و بسته کنم، کامنت ها بیار برام. آبجی ملکه چرا رفتیم؟ ملکه چرا رفتیم؟ آقا سید چه خبر؟ لندن چه خبر؟ دادش همه چی خوبه، سرد سر سال، هیجان خرید و به قول معروف خرید سر سال و بالاخره، ولی که خب الان دوباره این موجه
بعدی کرونا اومد همه رو بازم ترسونده. آره بابا بد شده اینجا هم بد شده، دوباره اونجا هم چیز اومده دیگه، قانون اگه ماس نزنی و آره دیگه جریمه و فلان. آره الزامی شد، الزامی شد. بعد مثلا چرا کامنت ها برای من نمیاد؟ گوشی تو از بعد قفل رو گفتش و باز و بسته کردم همین کارو. برای منم همین اتفاق افتاد، من رفتم پایین دوباره آقا یوسف منو اومدم بالا دوباره در حرکت شد. چه خبر یوسف داداش خوبی؟ بسرم عزیزی شماره من بفرست، شماره من داری لابو شماره تو داشتم آقا سیدی، شماره ازت داشتم حقیقت دیگه ندارم، یعنی دیگه ندارم که زنگ زدم ای میرفت رو مسیج. شماره من همونه که هست، همیشه بوده. الان تلگرام همه هستش، واتساپ همیشه به قول معروف روشن هست. الان شب بخیر. زیر کلیپ واتساپ بکنی شماره من هستش. نه نه من دارم اون میره رو چیز. الان حالا شماره رو من واسه شما میفرستم. آره چار... تو دایرکت بفرسته داشت. عشق منه داداش منه قلب منه. چه خبرها دیگه؟ ایران رفتی سعید جان؟ آقا هم بعد 14 سال 3 سال پیش رفتیم دیگه، خورد به کرونا و اینا دیگه گرفتا، ولی بعد کریسمس دارم میرم ایشالله. با امید خدا، با امید خدا بری خوش بگذری، سالم بری، سالم برگردی. برداشتم نوکرتم. خودش کار میکنی چه خبر؟ والا ما هم طبق روال من خودم که هنو واکسن نزدم داداش، ترددم کم شده من سالم نیست بابا، چون که واکسن نزدم هنو تو کتم نرفته جریان واکسن دیگه ایش کار نمیتونی بکنی که بیستا آفتده من بکنم دیگه، همین هم هست دیگه. الان آلمان کلن درسته، آلمان دیگه میگن آلمان من زدم با 80% زدم، من خودم کرونا گرفتم الان 4-5 روز خوب شدم، اصلا واکسن زده بودم ولی گرفتم، اگه نزده بودم که اصلا غیر از صحبت کرونا اصلا واکسن رو نزنی دیگه هیچ کار نمیتونی بکنی، یعنی میخواد بری آب بخوری از هر چیز واکسن میگه باید تست کرونا داشته باشی یا کارت داشته باشی، راحت نمیدن تو فروشگاه اصلا خیلی. هر جا میری، هر جا تو آلمان هم که میری فروشگاه جایی میری میگه اول کارت یا چیز تست واکسن میخواد. من چه خبر؟ دوباره کامنت ها وایساد برام اگه آقا سید اینی که من میگم شما قفل گوشی تو واز و بسته کن درست میشه. نه نمیشه. چرا درست میشه؟ اگه درست هم به 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 حمید الکسی چه خبر؟ حمید الکسی رو بیار بارم. نه حمید، حمید الکسی رو با یکی عوض شد. الان شد، الان شد. آره بهت گفتم یه لحظه آجی خانوم تاج سری یه چند دقیقه بذار ببینم حمید تو لایو. حمید داداش میای اول بذار بهش بگم. آره میاد، آره میاد. حمید الکسی تو چند فروختی تو بگو تا منم بگم. داشم حمید خوبی؟ تاج سری داشم حمید، داشم حمید یکی از بچه های خود آلمان ما تعصبشو میگم. سلام و عرض ادب خدمت همگی. سلام مخلصم. خوب شما آقا سید. سلام سعید جان، سلام یوسف چطوری؟ قربونتون، خیلی مخلصم. اتفاقا امروز امشب میخواستم همین بهت دایرکت بدم. داداش تو دستور بده. داداش من غلامیتو میکنم. یه اول نظر. عزیزی گوتوزار اینا تو نظر نوکرت. آقا سید شما خوبی الحمدلله. چشای من دورت بگردم. عزیزم ان شاء الله که همیشه برقرار باشید همه دوستان. داداش دارم سرخلاتیانی مثل خودم عشق میکنم با. من نوکرت. آره من هم سرخلاتیام. من نوکرت. جان تیغ انداختی یا نه؟ من امروز با صفر زدم. نه نه من کلا کچلم، من پیشونیم بلنده. ما هم بلنده چیزم به مو حساسیت داره. آقا سید ولی یه چیزی من از واکسن به شما بگم، البته جسارت نباشه، ما همه زدیم، ما همه فایزر هم زدیم. بله یوسف که الان گفتش که من زدم بازم گرفتم، خب داره درست میگه. منم دوستم طبقه پایین خونه ما دقیقا زندگی میکنه، ایرانی، اونم
اونم گرفت از روز سوم واکسن زده بود. البته هنوز 15 روز واکسن دومش که زده بود 15 روز بعدش بدن ایمن میشه تموم نشده بود که گرفته بود، 3 روز بیشتر ایشون کرونا نداشت. بعد 3 روز هرچی تست اشتل تست چی میشه یوسف؟ نمیدونم. همین تست معمولی میشه. تست فوری. خب از روز سوم به بعد هرچی میداد منفی بود دیگه. یعنی بعدن قوی میشه همون با واکسن اول هم جلوگیری میکنه. نمیگم ببینید من نمیگم طرف نمیگیره. احتمال گرفتنش 20% هست ولی اگر از ببینن زدن هدفش اینه که جلو مرگ میر درصد مرگ میر بیارن پایین. خب آفرین دقیقاً بعدن اینه ولی شما سی جلو چی تفکرم بر اینه که خیلی تو دنیا هم همین جوره هم. که میگن آقا بعد از این جریان واکسن 1 و 2 و 3 چه اتفاقاتی میفته تو دراز مدت برای این بشر. این یک اجازه میدی من الان یه چیزی بگم؟ ببین ببخشید البته شما شما خیلی بزرگتر از ما، 4 تا پیرن بیشتر از ما پاره کردی. سعی کردم پیرن پاره نکنم، هدیه بدم داداش قربونت بشم. اینه که ببین اگر میخواستن بعد واکسن 1 و 2 و 3 و فلان اینا یه داستانی سر انسانها در بیارن نمیومدن سر این همه ملت در بیارن که. اینم هست میگم که، ولی خب مثلا من اگه میخوان نسل کشی بکنن میان دیگر دیگه کل نسل بشر رو میخوان بردارن. پس همچین چیزی نمیشه. این شما الان زندگیت مختله، نه بیرون میتونی بری مختل میشدی. من خود من نه بیرون میتونی بری تو هواپیما بودی یعنی این شهر اون شهر از این کشور اون کشور. روزی که کرونا اومده من زمینگیر شدم. خدا بکنه خدا اموات تو بیاورده. ببین الان آلمان دیگه تستم قبول نمیکنه ازت. اصلا تستم فقط واکسن باید زده باشی، فقط پاس واکسن باید داشته باشی، همینو بس. بابا واسه من میخواستم واسه مغازه داشت شرکت ها الکول بگیرن اول باید بری تست بدی بعد بری هر روز سر کار. من میخواستم که هر روز بره تست بده واسه مغازه میخواستم جواز الکول بگیرم که مثلا تو مغازه میخواستم الکول بفروشن تو رستوران. ازم چیز کرونا خواستم. الان هر جا بری شما اصلا چه ربطی داره؟ ببین دیگه یه جوری شده اجباری شده مردم تو سرشون اینو کردن دارن اینو میکنن آقا اگه هم بخوام بکشن اوکی مثلا میذارم به قول شما یه سری واکسن رو به یه سری آدم خاص میذارن، ولی دیگه کل دنیا دارن واکسن میذارن. این قرار باشه من به بچه ها گفتم یکی از بچه های مغازه گفت من نمیذارم. گفتم اوکی تو فقط زنده میمونی همه ما میمیریم، اون وقت دور از جون اون وقت میخواد چیکار بکنی؟ حالا من یه چیز دیگه بهش من یه چند وقت پیش تو بی بی سی همین بی بی سی فارسی یه مقاله خوندم. امید جان سلامت. تو آمریکا یه نوع پشه هست وقتی که باردار میشه این حمله میکنه به انسان برای تغذیهش، برای پرورش جنینی که در شهر رحمش میخواد به قول معروف بزرگ بکنه، میاد خون میمکه دیگه به خاطر تغذیه. بعد اونجا باعث انتقال بیماری چی میشه؟ بیماری مثلا مالاریا و چند نوع بیماری خطرناک. دانشمندان آمریکایی اومدن چیکار کردن؟ نزدیک چند میلیارد پشه دستکاری شده ژنتیکی رو تو آزمایشگاه تعدیل کردن، باش بر رفتن ژنتیکی باش کار کردن. همین کاری که الان مثلا آمپول یا واکسن فایزر داره میزنن ژنتیکی چیز دستکاری شده است، یعنی واکسن طبیعی نیست. مثلا اوکی خب خدمت شما عرض کنم. بعد اینا رو رها کردن این نمیدونم 1 میلیارد 2 میلیارد پشه نرشونو نرار اومدن ژنتیکی دستکاری کردن عافیت بشه.
اینا میرفتن قشنگ معاشرت هم میکردن با پشه های ماده که خطرناک بود. جوکر چطوری جوکر؟ ولیکن هیچ اتفاقی نمیافتاد. اتفاق چه موقعی میافتاد؟ وقتی اینا که آمیزش میکردن این پشه نر با ماده آمیزش میکرد، ماده باردار میشد، همین که باردار میشد میمرد. خب آقا سید من یه چیزی به شما بگم. ببین ما الان آره متوجه شدم منظور شما چیه. ببینید ما الان کار بکنن یه پشه، ما الان نمیدونیم که اصلا کرونا از چند سال پیش داشته تو آزمایشات اینا. ببین هر ویروسی که میاد اینا 100% قبلش روش کار کردن، این ویروس آوردن 100% هم واکسنش رو ساختن، یعنی پادزهرش رو ساختن. خب اصلا این چیز شکی توش نیست. خب حالا احتمال داره 20 سال قبل، 30 سال قبل، 15 سال قبل، 5 سال قبل به این واکسن رسیدن و به این ویروس رسیدن، بعد انتقالش شدن تو مردم. شک نکن حتما بوده، 100%. من الان خودم بفرمایید دیگه فاکس بله. این بود که الان دیگه مود افتاده فاکس بله. شما مثلا تا 20 سال پیش ما اومد تو بازار دیگه، درسته 20 سال 25 بله. سال پیش بود دیگه. خب تا 10 15 سال پیش یه 5 تا 10 سال تو بازار بود دیگه، بعد شد گوشی های همراه و ارسال سریع پیام و این صحبت ها. میگم درست. فاکس تو دوره جنگ جهانی دوم به وجود اومده و فقط پنتاگون داشت. همین دیگه منم دارم به شما میگم. ببینید سال آوردن الان استناد این واکسن، نه دقیقا درستم دارید میگید شما. این واکسن خب میدونید که جون خیلی آدم ها گرفته شده توی کرونایی. آره. این واکسن من خودم آدمی بودم شدیدن استرس. ببین آقا سهد به روزی افتاده بودن، رفته بودم من مغازه پاکستانیا عود خریده بودم، تو گوگل سرچ کرده بودم که آقا کسی که کرونا بگیره مشامشو از دست میده بویایی که. من این عودو گذاشته بودم کنارم سعید خدا دارم جدی میگم، روزی هر 5 دقیقه از خونم اصلا گرد نمی اومدم و بومی کردم میبینم مکتبم گرفت. یعنی ببین اینقدر استرسم بالا بود. روزی 2 دفعه من تست کرونا میدادم. نه من اینو نه، ولی بویایی ما به خدا. ولی سعید من دوز اول رو زدم، این استرس من شد نصف. اینو دوز دومم زدم، کل هم استرس از من رفت که رفت. خدا رزارم حد شد به خدا قدر. ولی رعایت میکنم، هنوز ماسکم رو حسابی میزنم، دستامو الکل لباسامو میام کنه میشورم، مراعات میکنم، ولی دیگه اون استرس قبل رو اصلا ندارم. حالا بد باشه، ما که یه روزی میخواییم از دنیا بریم. حالا هر موقع رفتیم اینه یارو که نوشته چرا خامنه ای رو دوست داری، اگر رفیق شما نیست بندازش بیرون. مادر جنده، مادر غربه، کسمنه، حرامزاده خامنه ای تو خار کسه اومدی رو اعصاب ما را بری. مادر جنده بلش ببخشتا نه خواست ولی من بودایی آنچشایی رو از دست دادم. تا یه مدت از دست میدی ولی دوباره برمیگرده. ولی آره اصلا نه ولی اینی که حمید میگه منظور اینه که واقعا یه اعتماد به نفس چیزی به آدم میده. آره بهم داده دیگه، واقعا هم درسته. میدونی بابا سلام میبانا چطوری؟ من واقعا اینقدر بابا دیگه جوری شده بود سید زیر سیگاریمو بو میکردم. خیلی حالم بد بود. من تا حالا علی برکت الله رفتم و علی خدا وکیل به خدا قسم از ببین خونه که هیچی سید خونمون که هیچی از اتاق خوابم در نمی اومدم.
نه دیگه شما دیگه باورت نشه. ببین میگم شاید باورت نشه، شاید باورت نشه، میرفتم خلیل بودیم داداشم اصلا نمیذاشم. آقا سعید من خیلی حالم بد بود در رابطه با کرونا قبل واکسن، میرفتم خرید 3 تا ماسک میزدم، دستکش لاتکس، دستکش لاتکس دستم میکردم، میرفتم خریدم و میکردم میآوردم جلو در، اسپری الکولو برم داشتم کمپلت به همه جاش میمالیدم، دستکشامو در میآوردم مینداختم دور، لباسامو در میآوردم میکردم تو ماشین لباسشویی. خب شما اصلا آب صابون کرونا مثلا انقدر حساس نیست این قضايا؟ اصلا روز اینطوریه مریض شده. خب مینداختم اونجا دوباره، چون دستام میخورد به لباسام موقع تو ماشین لباسشویی انداختن، دوباره دستام با آب صابون میشستم، دیگه فکرم راحت بود. آره یه الان وسواس نیست، وسواس نه وسواس فکر اون کروناه. همین کرونا نگرفتی؟ من کل خانواده نگرفتم من تا الان کل خانواده گرفتن، اونم از اون نوع سختش چی بود اومده بود؟ دلتا. کل خانواده به جز بچه برادرم نگرفته بود که از اونا نگهداری میکرد، کل هم همه گرفته بودن، فقط میگفتن دمنوش گیاهی. آره گفتم دمنوش گیاهی با آب. مادرم میگفت همین دیگه انقدر آب میخورم شبا نمیتونم بخوابم، انقدر که بیرون روی دارم یا حالت تهوع دارم. میگفتم ابی نداره، بخور بذار از این راه بیاد بیرون، بخور فقط. خیلی من اینا رو دیدم بس الکل زده بود، فرشا و مبلام و رنگاش خاطی شده و باورت میشه از این رو فرشی ها انداخته بودن. اینقدر الکل زده بود مادرم، خیلی وسواسه روی فرشا چیز میزده، چی میگن از این رو فرشی ها میندازه. بعد انقدر الکل زده بود به بچه هاش و به خونه. خب و اصلا کلن کسی الان از اون موقعی که کرونا اومده هیچکی پدر مادر منو به جز داداشم و خواهرم ندیده، ولی با این همه تفاصیل پدرم برات بشم میربانا. سلام سلام میربان. پدرم کرونا گرفت، اصلا پاشو از در خونه بیرون نذاشته بود، سکته مغزی کرد. ولی این که داره صحبت میکنه واسه آلمان تو ایران خیلی اوضاع فجیه. حالا واقعا ترس داره، واقعا اینی که میگه حمید میگه ترس داره. ولی من الان میدونی به چه نتیجه رسیدم؟ به اینکه حمیدا آقا سید کلن وسواس داره، از جلو یه کارتی میده ولی تو نمیدونی هر لحظه که میاد برات. آره دیگه نیروانا مشکل اینه دقیقا. نیروانا تیکت بکش بیا دیگه، بیا آلمان بابا، دیگه حال نمیده، روسیه هم حال نمیده، بلنش بیاییم و ببینیم چه خبره، یه اشغال ویز بزنیم با. آقا سید خیلی خوشحال شدم دیدمتون، قربونت بشم یوسف جان، مرسی آوردی بالا. سعید جان خیلی مخلصم. لایو تموم شه، من حمید هستم. آقا حمید من فالو کردم، منم فالو میکنم. چش کدوم شهر آلمانی شما؟ من فرانکفورت زندگی میکنم سید جان، تشریف آوردید. جو تخمای چه فرانکفورت نزدیکیم که نیم ساعت فاصله داریم. کجایی تو یوسف؟ قربون دادم. آره نه میخوام برم اشتوتگارت. اشتوتگارت هم شد که خدا وکیلی چقدر برم میاد از بچه ها. شب برمگی خوش، خدا حافظ. خدا هم سوابت کنید مخلصتم. باشه 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 سعید داداش، منتظر. خدا خداییش مشیتر از این حمید آقا سید، مشیتر از این حمید و یوسف. من خدا وکیلی بشلا حالا شما هم قاطیشونی تاج سری، ولی تو رفیقا مشیتر از این یوسف و حمید تو زندگیم تو غربت نیدم. ببین تو فاصله کم میتونی رفیقاتو بشناسی، آدم کار درستا. حمید جزو همچین آدم هاییه. نه خیلی بچه زلالی، خیلی بچه داد، بچه بچه نرم راه که حرف دل میزد، وقتی حرف دل میزد. بعد سید یه کسیه که تو هر لایوی تو هر جایی بره، الان که نیست بخوام تعریفش کنم، خب
دیگه یوسف میشناسه، بچه ها همه میشناسن، یه کسی هر جایی بره اینقدر بچه خوبی. زنده باشه، زنده باشن داداش. من کلن با قول معروف هستن حالا گذشت هموطن، من وقتی پای صحبت بچه غریبا میرسه من با افتخار از اونا یاد میکنم، عشقشون تو دل من هست، خاک پای هرچی بچه غریبم سرمه به چشم میکشن. بالا به خدا به مولا مکافاتی که بچه غریب میکشه نمیکشه. یارو نشسته تو رجایی شهر، خودت میدونی دیگه اونجا چقدر رجایی شهر تلویزیونش و موبایلش و رفیق همه چیش و ملاقات ما اینجا با چه با تو سلام چطوری را میدونم سلام نبیرم اینقدر ناراحت باشید بازا شوسته عزیزی چاکرتم پده تو تو خوبی مخلصی آقا خیلی خوش اومدید بس چون داده خوبی داشت دایی بعدا چم رو تو خوبی چه خبر ها بعدا چم رو کم پیدایی رو بعد قولی کردی سعید کاری بکنی نکردی واسه اون تو چیز رو میگی آره با من از سر کار گذاشتی زنگ میزنم به تو هم بزگی رفتی زنگ بزن دورت بگرم زنگ زنم جواب ندید دیگه حالا دایلک صحبت آره تو گرم تو کن آدم درکو چلن سلام دوستان دوستان بیار بالا آقا من الان لنگ رو نمیدونم درود بر شما خیلی خوش اومدید میگم شدم 140 سعید مبارک امشب وسط گشت شده من اسمشون سارا بود شدم 140 مبارک رها جان این شد 91 و 200 مبارک میگم سهار الان داره میگه بهش گفتم آخرین قیمت چی میگه یه قیمتی بهم گفت گفتم اوکی باش درسته خب من اگه قبول کردم واسه تو اون پولی که میگی خیلی خوبه تو اینجا درستی صحبت کن ولی اینو گفتم میدونم ولی تو لایوا زحمت میکشی چقدر هزینه میکنی به اون جایزه میدی این پژه من به دردتون میخوره بسر ولی من ازت تخفیف خواستم 1,000,000 تخفیف گفتن که میدونم 1,000,000 چقدر بدم مفره خوبه نه نمیگم مفره گفتم آخر قیمت تو بده 1,000,000 تخفیف داری من هم گفتم هر چی داشت بسر بگیم هر چی داشت بسر بگیم اون نزدیک 200 کار میشه من به اون چیزم کنم فعالت میکنم نه پیج رها رو میخواستم معامله کنم با رها میخواستم پیجش رو بگیرم گفتم یه قیمتی به این کار نکن حالا سرکا خواهم رها هستن هیچ موقع پیج از هیچکی نخر هر کی میخواد باشه برم. من خیلی مستقیم میگم ببین داداش نه اینا همه منو میشناسن نه جا خود داره نه همه منو میشناسن نه ببین برای فردای بعد دارم میگم خب چون راحت هر کسی میتونه بعدن پیج رو برگردونه چون نگاه میکنم نه 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 ایش نمیتونه بگرده رمز همه آیدی شو همه چیزو میدم به اش باش هرکی تونست برگرده معلوم باش میشه مگه خودم رمز شو همه چیزشو دارم پدیده با بدبختی ها بردیم نه یک منو از این سر میتونه بیاره خب میشه نمیگم شما این کارو هر کسی نمیشه این کارو کرد ولی طرف نباید بشه نمیگم شما این کار اگه پیجو بهشون بدین ازش برمیگردین ولی کلا برای کسایی که مثلا الان تو لایو هن نزدیک 100 نفر تو لایو هن مبتدی هن یار میاد بهشون عرضه میکنه میگه آقا من یه پیج دارن مثلا 100 کای 50 کای بهتون میفروشن خب بهتون میدم این رمزش اینم فلانش برو تو نه من در رو قبول دارم ولی بذار میگه برو از هر کسی نباید بگیری عرفه تو باید بشناسی نمیتونه علی رها قبول داری مشکلی نیست داداش اینا دو سال منو میشناسن نه میدونم چی میگه من یه پیج دادم به کسی خب آسه دادم امانت به یک کسی برداشت دیدم فرداش رمز امانت داده بودم دستش مثلا یکی از پیج بله فردا صبح دیدم پیجم رمزشو برداشته فروختمش به من پیام بده فروختم پول نیاز داشتم گفتم این چی کاری کردی سریع اومدم پیجو برگردوندم به خود کاری نداره در عرض یک ماه ببین تا یک ماه میتونی پیجو یه استوریش که
ببین بابا الان ما تو یه دوره ایم، کافیه ببین همین مثلا لپتاپ تو باز بکن، همینجوری اینو باز بکن، قشنگ اسکن کرده چشتو. بابا درد من درشو شما داشو کنترل اسکن میکنه، خب اسکن میکنه همه بیوگرافی زندگی تا همه را چیز میدونه کی اول اول ورود زده به این پیج، کی صاحبشه، همه چیز میدونه. به خاطر هم میگم راحت شما الان توافقی از اوکی به قول انگلیسا. خب یعنی من تو قبول دارم چند خدا یکی میاد تو لام یکی میشنوه از شما شنیده میره یا بول یه بند خدا رو میخوره و... آره من تو از هر کسی نمیشه خرید، ولی مطمئن مثلا رفیقای خودم که میشنسی با آقا سه یه صحبت کردی یه نو موات میم آقا سید یوسف بپر یه پیج 24 ساعت بالا سید چیز یوسف نزدیک 48 ساعت دستمون بود پیجه، درسته یا نه؟ به من سپور پیجش و رمزش و آیدیش و ایمیلش رو به من داد که دست من بود بیترونم چقدر بود پیجه؟ 300 کا بود 300 خورده کا بود حالا هرچی گرفتیم. بعد دوباره امنیت پیج هم گفت بابا بیاد قرارداد بنویسی، ولی رها مثلا میدونیم چیه میشه هم دیگر مثلا قرارداد بنویسی. آقا حالا این حرفا رو ول کنی چه خبر الان پیج شما که من میخوام قرارداد رو بجرا پیج امضا کنیم جان الان پیجی که شما میخوایم بدید به داداش سعید نه این نه یه پیج دیگه داشتم 300 کا بود قاب میخواستم بدم به سعید فهمیدی؟ بعد 300 کا میدونی یعنی چی؟ دالار 300 کا یعنی میدونی چی؟ چی میخوان؟ بعد پولش هم آقا سید یعنی همون موقع میخواستم بزنم ولی دم یوسف و یکی دیگه هم بیاد چه جمع گرم برگشتن گفتم بابا یارو باید بیاد بشینه. سلام اصل جون خوش اومدی بچه های گفتم بعد به قول همین حرفی که شما بدی بعد بشناسی بشینی فلان کنی. آقا اصلا حرف پیج رو ول کنید اینجا. آره آقا سلامتی خودتون خانواده محترمتون سلامتون آقا خدا میخوام قلب منی سایه قلب. سایه خانواده بالا سرتون سایه عزیزاتون بالا سرتون باشه سلامتی دهی درود بر شما ساید هر که هزار تا آقا سعید آقا سعید سرخ هر که میشه هزار تا سعید سرخ هم و بچه های خوبه یا آقا که یعنی چقدر هر که میشه هزار تا هزار تا پالو بمیشه یک کار شادی جا میگه سعید آقا سعید جواب نمیدید من برم قربونت برم من همین الان دیدم فدات شم آقا مجید عزیز آقا تکلیف خوش اومدی نه یکا میشه هزار تا ده کا میشه ده هزار تا نه هر یکا هزار تا هر ده کا که نمیشه یکا که عزیز هر کا میشه هزار هر ده کا میشه صد هزار تا ده هزار تا سوری بچه خوبه ایران زمین 20 کا میشه 20 هزار تا 30 کا میشه 30 هزار تا 100 کا میشه 100 تا آقا هر کا میشه هزار تا به خبر هر یکم شد آره دیگه همون تموم شد آقا اصلا ولش کن بیایید بیرون از این حرف وقتی حرف پیج میاد آقا اگه ازه بدی من آقا یوسف آقا سعید داداش اگه ازه بدی من حضور تو مرخص شد خیلی خوش آشد آقا سعید فدا چند سعیدان داداش قلب من اومدی لندن داداش به ما سر بزن غلامتم نوکرتم حتما شما هم اومدی من که سعید یک کلبه در چی از آقا بانون رها بانون ملکه بانون درا دوستای باقی همه اونایی که اومدن تو لایف من شخصا نیدم کامنتشون رو به بزرگواریشون ببخشید عشق ما یا آقا فرداش نور چشمه فرداش نوکرده دایسته یه قربون معرفت خیلی با حالی به دایرکت شماره رو میفرستم یا علی چیزش رها با اونی که میگی لیاقت چیزته رها هم میده میاد و میره کوشی پر چه خبر دی بچه ها خوبی خوشی چه خبر خوبی آقا یوسف من یه چیز بگم الان من تو قلبا دوست دارم داداش همین آقا یوسف میگم داداش همین من تو رو قلبا دوست دارم
تاج سری این شخص این حرف نزن. داداشای من نور چشم اینو میخواستم بهت بگم. همیشه 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 یادت باشه من تو رو قلبن دوست دارم، چه تو لایوت بودم چه تو لایوت نباشم، همه جا تعریفتو میکنم، هر کی بعد تو بخواد بعد. خب چه خبر بچه هم؟ سلامتی، تو چه خبر؟ ناموسا همه منت میگه من پجام را تو لایواش این مرده آقای عزیز اومده میگه نه نمیشناسی سیدو. سید اگه آدم خوبیه، اینه خود دلپاکه. خود طرف نکرم این آدم بدیه، من این خود خودی رو بگم. اولا که مهمون یوسف بود، خب من مهمون من بوده، این چی که بخوام تعریف کنم. سلام برای تو، خوبی هستم؟ سلام درست، چطوری؟ قربونت برم، عزیزم. سلام آقای یوسف، خوبی؟ بلدتم، مرسی. بزا آقای سعید، سلام، خوبی؟ سلام علیک درستم، بزا چی میگه؟ سعید هم بگو. هیچی عزیز، منظورم این بود که میخواستم بگم این پیجه من پوله یه دنگوشتر منه، بسر خوب. نه دورت بگرم، اصلا متوجه نشدی چی گفت. گوش شما که هم دیگه میشناسید، اصلا حرفم با شما نیست. خب شبیه همون مدرسی بازن میگم که آره مثلا مت کن، اصلا حرف پیج درست نیست. به خبر خوبی را قربونه برشتم آقا، من میرم پایین بچه ها رو بیام.